به نام خداوند بخشاینده و مهربان، بینده های گرانقدر تلویزیون آینه، علاقمندان برنامه صحت برای همه، سلام های مملو از صفا و صمیمیت ما دکتر احمد ضیا ایوبی و تمام دستان در کاران برنامه را پذیرا شوند. با آرزوی صحت و سلامتی هرچی بیشتر شما دوستای عزیز، با گذشت یک هفته باز هم در خدمت شما قرار داریم. موضوع برنامه امروزی ما هرنیا و یا هم فت و یا چوره است. مهمان برنامه ما دکتر علی قادری، امروز در مورد هرنیا یا فتق صحبت های خود با ایشان داشتیم. سوالاتی است که هرنیا چی است، چطور به وجود میاد، عوامل چی است، راهکارهای جلوگیری چی است، تداوی و اختلاطات، همه مواردی است که جریان برنامه با دکتر صاحب مطرح خود کردیم. خوش آمدین دکتر صاحب به برنامه. خوش باشین. سلام عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت همکارانتان، خدمت همه بینندگان عزیز که از طریق دری چای نه بیننده زیبای شما هستند. آرزو دارم که همه و همه دارای صحت کامل و لباس عافیت بتن باشن. تشکر دکتر صاحب. دوستان عزیز، برنامه ما به صورت زنده مستقیما نشر میرسه. کوشش کنین تاخیر برنامه ما را دنبال کنین و کوشش کنین سوالاتان راجع به موضوع برنامه باشه، که موضوع برنامه ما چی است، زیر تایتل تلویزیون ما ذکر است، شماره تماس ما ذکر است. شما کوشش کنین هر زمان با ما تماس میگیرین، سوالاتان راجع به موضوع برنامه باشه، یکی فتق چی هست، چطور به وجود میاد، تداوی چی هست، راهکارهای جلوگیری چی، همه مواردی است که تا آخر برنامه را با دکتر صاحب صحبت خواد کردیم. کوشش کنیم برنامه ما را تا آخر دنبال کنید. خب دکتر صاحب، قبل از اینکه طرف تماس و دوستا بریم، میشه یک معلومات کلی از فتق یا هرنیا برای دوستا بتین که یعنی چی؟ درست است. اعضای داخل بدن باید به دو بخش تقسیم شود، یکی اعضای خلف پریتونی است، یکی اعضای داخل پریتونی، یعنی اکسترا پریتونیال ارگان، انترا پریتونیال ارگان. بله. پریتون به او غشا، به او لایه، به او پوشی گفته می شود که اعضای داخلی بدن را کور کرده پوشانده، هرگاه به هر علت، به هر دلیلی که باشد، فشار ثابتی که در داخل بدن وجود دارد، در این فشار تغییرات بیاید، یعنی بالای فشار بدن فشار زیاد شود، به هر علتی که فشار بدن زیاد شد، در نتیجه فشار زیاد باعث می شود بالای احشا یا اعضا یا ارگانهای بدنی فشار وارد کنه. زمانی که بالای ارگانهای بدنی فشار وارد کرد، قسمت از این اعضا، احیانا قسمت از امعای کوچک ما، از موقعیت اصلی، از موقعیت حفظ شده، از موقعیت ثابتی که داره بی جای میشه، از طریق فواحات طبیعی یا غیر طبیعی بیرون میشه، در تحت جلد به شکل یک بلجینگ یا برآمدگی که ظاهر شد، ما به اصطلاح یاد میکنیم به نام فتق یا هرنیا یا چوره. تشکر دکتر صاحب. تماس داریم؟ خب دوست عزیز، شماره تماس ما 0795-3090، باز هم تکرار میکنم 0795-3090. کوشش کنین وقتی با ما تماس میگیرین دوستای عزیز، صدای تلویزیونتان را پخش کنین، صدای ما را از طریق موبایلتان بشنوین و سوالاتتون راجع به موضوع برنامه باشه. خب دکتر صاحب، روی عوامل اگر صحبت کنیم، کدام عوامل باعث میشه که فتق یا هرنیا از یک شخص به وجود میاد؟ درست است. ببینین، زمانی که من میگم هرگاه به هر علتی که احشای داخل بطنی از موقعیت اصلیش به جای شود، زمان به جای میشه بدن ما انسان ها طبیعتا به شکل طبیعی نظر به بقیه نظر به بقیه نقاط بدن، نقاط ضعیفه داره، به شکل ولادی است، نقاط ضعیفه داره که میشه از این نقاط ضعیفه بدن نام ببرم که مهمترین نقاط ضعیفه که حدود 70% فتقه ها را تشکیل میده، فتق ناحیه انگیونال است، ناحیه انگیونال است که به نام گرون ایریا یا ناحیه مغبنی یاد میکنن، فتقه های ناحیه فیمورال است، فتقه های ناحیه پیگاستریک است، فتقه های ناحیه پارا امبلیکال است و فتقه های ناحیه خود امبلیکال. هرگاه به هر علتی که باعث میشه که میشه از مهمترین علت از این نام برد، مهمترین علتی که دایی میشه ما نام ببریم عبارت از زور زدن است. زور زدن خود از این باعث میشه که فشار بالای اعضای داخل بدنی بیاره، قسمت از عضو به جای کنه. دومین علت از این است، میشه گفت زمان یک فرد قسمت از این به هر نحوه یا مرمی خورده یا به نحوه قسمت از بدن از این بالایش عمل جراحی صورت میگیره، یعنی مداخله جراحی صورت میگیره، قسمتی که شق شده نظر به قبلی از این ضعیف ساخته میشه. با فتقی که به میان مره به نام فتق انسیجنال یا فتق ناحیه عملیاتی است، بعضن اسایتیس یا تجمع مایع در داخل بدن میدانه باعث به وجود آمدن فتق شود. افرادی که مصاب به امراض مزمن دوامدار ریوی هستند، خصوصا افرادی که توبرکلوز دارند، افرادی که سی او پی دی یا کرونیک ابستراکتیو پولمونری دیزیز دارند، افرادی که استما دارند، نزد افراد که سلفی خیلی خطرناک دارند، در اصل خود سلفی خطرناک، سلفی خیلی قوی و خطرناک دارند، در اصل این سلفه است که باعث میشه بالای اعضای داخل بدنی فشار بیاره، تا
تایی که باعث شد فتقه به وجود بیاره. چکر دکتر صاحب، تماس داریم؟ بله؟ 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 بله بفرمایید. بله؟ برنامه صحت برای همه است. تلویزیون آینه خوش آمدین دوست عزیز به برنامه. مهربانی سوالتان را مطرح کنین. علیکم السلام، تشکر، زنده باشین. مهربانی سوالتان را مطرح کنین. متاسفانه تماس بیننده ما قطع شد. دوست عزیز وقتی با ما تماس میگیرین کوشش کنین یک موقعیت خوب اختیار کنین. دوستای ما تماس میگیرن یا موقعیتشان خراب میباشه یا صدای تلویزیونشان بلند میباشه، صدای ما را نمیداشته باشن. و گپ دومی که کوشش کنین صدای ما را از طریق موبایلتان بشنوین نه از طریق تلویزیون. تلویزیونتان وقتی صحبت میکنین سوالتان را مطرح میکنین، تلویزیونتان را پخش کنین و صحبت شما داشته باشین. هر زمانی که سوالتان خلاص شد جواب سوال وقتی دکتر صاحب ارائه میکرد شما صدای تلویزیونتان را بلند کنین و بشنوین. تماس بعدی. بله. خب دوست عزیز شماره تماس ما از 0795-3090 با ما تماس بگیرین و کوشش کنین سوالاتان راجع به موضوع برنامه باشه. خب دکتر صاحب، اعراض علائم چی است؟ درست است، یکی اعراض داریم یکی علائم. اعراض به چیزی گفته می شود که زمان مریض نزد ما مراجعه میکنه به ما حکایت میکند این گونه مشکلات دارم. مهمترین اعراض یک در نزدی مریضا است، خود مریضا متوجه می شوند در قسمتی از بدنشان یک برآمدگی یا بلجنگ ظاهر شده. میتونه این برآمدگی یا بلجنگ با هم امرای خود درد داشته باشه، میتونه امرای خود بعضا خیلی شدید باشه، امرای دلبدی داشته باشه، میتونه استفراغات داشته باشه، میتونه گنگسیت ها داشته باشد. مهمترین اعراضی که در نزد مریضا ثابت شده است عبارت از موجودیت بلجنگ یا برآمدگی. با معذرت تماس بینده را جواب میدیم، دوباره برمیگردیم. بله بله بله. برنامه صحت برای همه از تلویزیون آینه خوش آمدین دوست عزیز به برنامه. صدای شما و علیکم السلام، صدای شما را داریم. مهربانی سوالتان را مطرح کنین. و علیکم السلام، تشکر، زنده باشین. مهربانی بفرمایین. خوش آمدین دوست عزیز، مهربانی بفرمایین. خب دکتران یکم تشخیص دادن که گفتن نه اصلا کدام تکلیف دیگه نداره، تکلیف میده نداره، تکلیف جان کدام جان رو دیگه درست نمیتونم، فقط اشتیا نداره. بسیار چند سال است؟ باید سیرون سیرون یک بار نام میخوره او را میدهیم چی بودیم یک لقمه ناشمه. چند سال است برادر مریضتان؟ چند سال است مریضتان؟ برادر مریضتان چند سال است؟ امروی از این بی‌اشتیاییش دلبدی درد چیز احساس هم داره یا خیر؟ خب متاسفانه تماس مینده ما قطع شد. تا چند سوالی که داشتیم اونا را جواب میدانند. دوست عزیز سوال شما دورتر از موضوع برنامه است، خواهی یک معلومات بر شما میدم. در بیشتایی عوامل زیادی است که زی دخل است دوست عزیز، از امراض سیستم هضمی گرفته تا دیگه امراض سیستمی که است که باعث میشن از اشخاص اشتیا از بین بره. بنابراین میشه پیش شما پیش یک دکتر سوی جهاز هضمی اول مراجعه بکنین که تو مافت میدن از مریضتان موجود نباشه، معاینات انجام شوه. اگر کدام مشکلی در معده موجود باشه، بعضی اوقات مریضا مشکلات معده می داشته باشن، دردای معده می داشته باشن، وقتی غذا می گیرن دردشان تشدید میشن و حراس از امید درد می داشته باشن، غذا نمی گیرن در طولانی مدت تا زیاد گشنه نشن،
غذا نمیگیرن. بنان میشه که پیشک دکتر صاحبای معده یا جهاز هضمی شما مراجعه بکنین، از نزدیک مریضتان دیده شوه، معاینات نزدشان انجام شوه که آیا دلیل چی است که مریضتان غذا نمیگیرن یا اگر میگیره کمتر میگیرن. دیگه این کدام تکلیف قابل تشویش نیست دوست عزیز، کدام مشکلی نیست که راه حل نداشته باشه. بعضی اوقات بعضی اشخاص همین قسم میباشه، طولانی مدت غذا کمتر میگیرن نسبت به دیگه اشخاص که هیچ کدام پاتولوژی نزد از این اشخاص دریافت نمیشه. وقتی معاینات میکنی معایناتشان نرمال میباشه، کدام مشکل معده موجود نمیباشه، اما مریض طبیعتا همین قسم است که مریض غذا کمتر میگیره. باز هم شما کوشش کنین پیشک دکتر سه مراجعه بکنین، انشالله مشکل شما برطرف میشه و اگر کابل آمدین ما در خدمت هستیم، شفاخانه کابل در خدمت شما قرار داره. تماس بعدی. بله بله، برنامه صحت برای همه از تلویزیون آینه. خوش آمدین دوست عزیز به برنامه. بفرمایین دوست عزیز، سوالتان مطرح کنین. صدای شما را داریم، میربانی سوالتان مطرح کنین. بفرمایین. صدای شما را داریم برادر، بفرمایین. درد دارین شما؟ خب این دردتون در یک طرف یک پایتان انتقال میکنه، چه قسم از دردش؟ بسیار خوب، سوال شما را گرفتیم، تشکر از تماستان. خب دوست عزیز، سوال شما هم ارتباط میگیره با دکتر صاحبای جراحی عصب، آفاتی که در کمر موجود میباشه. بین دکتر صاحبای جراحی عصب و ارتوپیدی بعضی از امراض مکس میباشه، بعضی امراض مشخص یا مربوط ارتوپیدی میشه یا دکتر صاحبای جراحی عصب میشه. ای که چی مشکل موجود است، نزد شما باید معاینات انجام شوه، امارای انجام شوه، کدام بوره نزدیک است، چقدر عصب زیر فشار گرفته، آیا امکان عملیات داره، با تداوی خوب میشه. این همه مواردی است که دوست عزیز بعد از یک گرفتن امارای شما کوشش کنین پیش دکتر صاحبای جراحی عصب مراجعه بکنین، اونا پیش شما یک امارای خود انجام دادن و بعد از تشخیص واضح میشه که مشکل در کجا است، چقدر عصب زیر فشار است، آیا تداوی دوایی میتونه نتیجه بده یا میشه که نزد مریض شما عملیات انجام شوه. دیگه از بیندای ما خواهش میکنیم دوست عزیز وقتی با ما تماس میگیرین کوشش کنین سوالاتان راجع به موضوع برنامه باشه. ما در برنامه بعدی هم با مشکلات شما دارین مهمانات را خود دعوت داشتیم و به سوالای شما پاسخ خواهد داد. امروز موضوع ما مشخص چوره یا هرنیا است دوستای عزیز. اگر سوالی دارین، مشکلی دارین میشه با ما مطرح کنین. تماس دارین؟ خب مهربانی دکتر صاحب، بحث قبلی را ادامه میدیم. بحث قبلی سر علت ها بود. بهترین علتی که میتونه سبب فوت باشه گفتم که زور زدن است. یک نفر خیلی یک وزن سنگین بالا میکنه، این زور زدن باعث میشه که فشار در بدن زیاد شه. علائم بود که علائم چطور ظاهر میشه؟ خب بله، مهمترین علائمی بود که در نزد مریضا ما میتونیم بلجینگ یا برآمدگی رو ببینیم. بله. نزد مریضا در ناحیه بلجینگ میتونه درد موجود باشه، میتونم همچون اعراض علائم دیگر از استفراغات داشته باشن، در حالت های شدید پیشرفته میتونه دلبدی داشته باشه. این تو مریضایی که همزمان دلبدی داره، استفراغات داره، درد داره، یا جمله واقعات عاجل است که باید آنیان عمل جراحی صورت گیرن. تشکر دکتر صاحب، تماس داریم. بله بله بله، بفرمایید. بله، متاسفانه تماس بیننده ما قطع شد. تماس بعدی. بله بله، سلام علیکم. سلام علیکم، برنامه صحت برای همه است تلویزیون آینه. خوش آمدین دوست عزیز به برنامه. بتا نکته ما؟ آه. یا کسی کاشته گرفته؟ این بیت آسیب کارو جامو رو جان دارو نیست؟
خب پندیدگی هم داره دوست عزیز. خب بسیار خوب، سوال شما رو گرفتیم، تشکر از تماستون. خب دکتر صاحب، دوست ما از طرف انگوینال یک طرف گفت یک درد شکایت میکنه، ما پندیدگی و چیزی ندارن میرونه. خب میشه امکان داره دوست ما کدام وزن سنگین رست کرده باشه یا یک کدام مشکل باعث شده باشه که امی اعضای داخل بطنی ازی باعث فقر در ناحیه انگوینال داشته باشد؟ تقریبا 70% در نزد مرد در ناحیه انگوینال میتونه فتقه موجود باشه که با نشان دهنده یک بلجنگ میتونه همراه باشه. از اینا بلجنگ نداشته، احتمال میره که یک فتقه بسیار کوچک سطحی باشه همراه با درد امراض. به اینا پیشنهاد میکنم نزد یک دکتر سه مراجعه کنند تا از نزدیک اونا معاینات صورت بگیره. اگر فتق موجود باشه چون خوب از دمین فتق دمی کوچکی هم که از خیلی خرد است تدابیر صورت بگیره، و اگر خدای نخواسته فتق مشکل بزرگ شوه مشکلاتون جدی میگرده. تشکر دکتر صاحب. تماس داریم. خب دکتر صاحب چند نوع فتق داریم؟ فتقا اکثرا نظر به نواحی که به وجود میاد تقسیم بندی میشه، نظر به همان نواحی، نظر به نواحی که نقاط ضعیف است در بطن. مهمترین نقاط ضعیف که در بطن است. دکتر صاحب با معذرت، بینی ما روی خط است جواب شانه. بله بله بله. سلام علیکم، برنامه صحت برای هم از تلویزیون آینه، خوش آمدین دوست عزیز به برنامه. صدای شما را داریم، مهربانی سوالتان را مطرح کنین. و علیکم السلام. دوست عزیز صدای تلویزیونتون کم پخش کنین، صحبت کنین. مهربانی مهربانی چه مشکل دارین دوست عزیز؟ برادر میشه موقعیتتان کم تغییر بتین، صدای شما را درست نداریم. موقعیتتان کم تغییر بتین، صحبت کنین. متاسفانه تماس بینده ما قطع شد. دوست عزیز باز هم خواهش میکنم وقتی با ما تماس میگیرین صدای تلویزیونتون را پخش کنین. وقتی برنامه ضایع میشه، پول شما، کردیت شما مصرف میشه، ما مطلب گرفته نمیتونیم. صدای تلویزیونتون را پخش کنین، صدا دوباره انعکاس میکنه، ما صدای شما را نمیداشته باشیم، شما صدای ما را نمیداشته باشین. تماس داریم. بله تماس میرونید دکتر صاحب. انواع فتقا، فتقا انواع مختلف داره که مهمترین از این فتقا که از 70% نزد مردم تشکیل میده، خصوصا نزد طبقه ذکور، ناحیه گرون ایریا یا ناحیه مغبنی یا ناحیه انگوینال است که میتونه به دو بخش تقسیم شود، رایت انگوینال، لفت انگوینال. بعد از این ناحیه فیمورال است که در نزد طبقه اوناس بیشتر موجود است. بعد از آن ناحیه اپیگاستریک یا ناحیه معده است. بعد از آن ناحیه خود ناف یا امبلیکال است. و بعد از آن ناحیه پارا امبلیکال یا اطراف ناف است. همچنان یک فتق دیگر هم وجود داره به نام فتق هیاتل که سرحد بین صدر و بطن را که عضله سیستم تنفسی میسته تشکیل میده، خود دیافراگم که اعشای داخل بطنی از میان دیافراگم عبور میکنه و به داخل قفس صدری رجعت میکنه. تشکر دکتر. بله بله بله. سلام علیکم، برنامه صحت برای همه از تلویزیون آینه، خوش آمدین دوست عزیز به برنامه. صدای شما را داریم، مهربانی سوالتان را مطرح کنین. خب متاسفانه تماس بیننده ما قطع شد. تماس بعدی. خب دکتر صاحب، هرنیا میتونه تنها کسبی باشه، یک عوامل، یک فشار وارد چه با وجود بیا، میتونه اولادی هم باشه نزدش خواست؟ در اصل علت هرنیا باید به دو بخش تقسیم شوه که یک نوع علت از یک کسبی است که ما کسب میکنیم و یک نوع علت از اولادی است. مهمترین علت اولادیش که یک مثال به شما بتم، نزد اطفال اکثرا دیده میشه. در نزد اطفال خصوصا طبقه ذکور، اطفال که پسر هستند، زمانی که خصیه ها از خلف بطن عبور میکنه باید به ناحیه اصلیش که صفن است باید به اینجا انتقال پیدا کنه، اکثرا در به مسیر میاد که مسیر عبارت از کرد است. بعضی اوقات این کرد بسته نمیشه،
امی خود خصیه ها به شکل درست نزول نمیکنه که اصطلاح ما به استفاده میکنیم اندسینتستیس یا خصیه های نزول ناشده. بله. گاهی هم در نزد اطفالی که در خصیه هایشان مایع تجمع کرده. بله. که ما به اصطلاح یاد میکنیم به نام هایدروسیلک و هایدروسیل عبارت از مایعی است که در بین تستیس و تونیکا وجینا با وجود آمده در نزد اطفال میتونه به شکل ولادی فتق همچنان موجود باشه. باید یادآور شوم در نزد افرادی که به شکل ولادی فتق موجود است که اونقدر قابل تشویش نیست، امکان ازیرا داره 5 ماه بعد، 6 ماه بعد، 1 سال بعد به شکل طبیعی دوباره صحتمند شو خوب شه، و اگر صحتمند خوب نشد میتونه قابل نیاز به جراحی داره و عملیات شوه. و دومین علتی که باید فتق به وجود دارد عبارت از علت کسبی است. ما کسب میکنیم، فعالیت فیزیکی بیش از حد انجام میدیم. افرادی که بیشتر مواد مخدر استفاده میکنن، خصوصا سیگارت میزنن، در خود سیگارت موادی است که باعث میشه که کلاژن سطحش خیلی پایین شه. وقتی که پایین شد در عضلات قدرت اصلی خود از دست میده، ضعیف میشه. افرادی که ورزش میکنن وزنهای سنگین راست میکنن، خصوصا افرادی که یک عمل جرایی را سپری میکندن، از این افراد میشه بگویم علت های موجود داره کسبی است. بعد از یک علت، یک عاملی که در جامعه به خود کسب کرده فقط به وجود آمده. تشکر دکتر صاحب. تماس داریم. بله 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 بفرمایید. سلام علیکم. برنامه صحت برای همه است. تلویزیون آینه خوش آمدین دوست عزیز به برنامه. بله دوست عزیز، میشه صدای تلویزیون تونه کمی پخش کنین؟ بله 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 بفرمایید. بله متاسفانه تماس دوست ما قطع شد. خب دکتر، تماس بعدی است. تشخیص دکتر صاحب چطور میشه؟ وقتی یک مریض دچار هرنیا میشه، خب یکی معاینات فیزیکی است که نزد مریض انجام میشه و با چشم دیده میشه که یک برجستگی در یک قسمت موجود است. خب تماس بینده را جواب میتیم، بعدا سوال خود مطرح میکنم. بله؟ بله. متاسفانه تماس بیننده ما قطع شد. تماس بعدی موجود؟ بله؟ 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 بله بفرمایید. بله؟ سلام علیکم. سلام علیکم. خوش آمدین دوست عزیز به برنامه. مهربانی سوالتان رو مطرح کنین. بخیر باشید. موبایل شریف بطور راستون باستم فرزن بچه هست یا؟ آمده یک نیچه آتا بجا. خواه؟ چی مشکل داره ای تفلکتان؟ کدام قسمت شه؟ خب من همی سوال شما را درست نگرفتم دوست عزیز. از کدام درد کدام قسمت شکایت داره تفلک؟ برادر سوال شما را درست نگرفتیم. میشه همی سوالتان یک بار دوباره تکرار کنین؟ قد شد تماشان؟ خب متاسفانه سوال دوست ما را گرفتن نتانستیم. تماشان قد شد. تماس بعدی. بله 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 بفرمایید. برنامه صحت برای همه است. تلویزیون آینه خوش آمدین به برنامه. متاسفانه تماس بیننده ما هم قطع شد. خب یک میان برنامه کوتاه داریم و زود برمیگردیم.
ادامه برنامه صحت برای همه. دوست عزیز، موضوع برنامه ما چوره یا هرنیا است و مهمان ما دکتر علی قادری. خب تماس داریم؟ بله؟ بله بله بفرمایید. بله 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 سلام علیکم. برنامه صحت برای همه از تلویزیون آینه خوش آمدین دوست عزیز به برنامه. و علیکم السلام مهربانی دوست عزیز. برادر مهربانی، صدای شما را داریم، سوالتان را مطرح کنین. صدای شما را داریم مهربانی. متاسفانه فکر میکنم تماس دوست ما قطع شد. تماس بعدی؟ خب مهربان دکتر صاحب، در مورد تشخیص صحبت کردیم که معاینات تشخیصی برای مریضای هرنیا چی است؟ در بخاطر تشخیص، یگانه رایی که ما را به 70% تشخیص میرسونه در نخست او عبارت از گرفتن تاریخچه از مریض است. زمان ما از مریضا تاریخچه میگیریم، در نزد مریضا عوامل را پیدا میکنیم که او عامل باعث میشه فشار بطن بالا ببره، نزد مریض فتق ایجاد شود. میشه در نزد یک مریض ما پروستات ببینیم، چون در هنگام فعل تبول زور میزنه، خود پروستات باعث میشه که مجرای ادرار باید بیرون شه، تنگ میسازه مریضا را، وادار میسازه که مریضا باید در هنگام فعل، در هنگام ادرار زور بزنن. از مریضا مشاهده میگیریم، مریضا شکایت میکنن که قبضیت دارم. مریضا به خاطر خود قبضیت باعث میشه مریض در هنگام فعل تقوی زور بزنه، این زور زدن باعث میشه که نزد مریضا فتق ایجاد شوه. از مریضا مشاهده میگیریم، مریضا از تاریخچه بیان میکنن که سرفه های دوامدار دارن. از مریضا تاریخچه میگیریم، مشکلات را بیان میکنن که به هر علتی که این باعث شه که نزد مریضا زور بزنن. اکثریت خصوصا ورزشکارای ما وزنه های سنگین رسم میکنن. زمانی که در نزد مریضای تو یک تاریخچه یک مشاهده را گرفتیم، ما با تشخیص فیزیکی پی میبریم. در تشخیص فیزیکی باید به مریضا با دو نوبت تشخیص فیزیکی کنیم مریضا را. یکی وضعیت خوابیده است، دوم وضعیت استاده. در وضعیت استاده مریض استاد میکنیم، خصوصا فتقای که ناحیه گیونال باشه، فتقای ناحیه مغبنی، مریض باید به حالت استاده یک سلفه کنه. ما میتونیم بش اگر فتق به حالت استاده زمان مریض سلفه کنه، ما در این حالت میتونیم دو نوع فتق تشخیص کنیم در ناحیه گیونال. یکی فتقای دایرکت است، این دایرکت است. اگر فتق مریض این دایرکت باشه، به این معنی کیسه فتقیه از ناحیه کرد داخل شده به قسمت صفنش پایین میشه، به قسمت خصیه هایش پایین میشه. و اگر دایرکت باشه، به این قسم مخالف از این میاد. بنابراین میتونیم در نزد مریضا ما اگر به هیچ لحاظ نشه، یک با توسط معاینات التراساوند، معاینات تلویزیونی بسیار به خوبی مریض را ما تشخیص کنیم و کار تداوی را شروع کنیم. چکر دکتر صاحب. بله 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 برنامه صحت برای همه از تلویزیون آینه خوش آمدین دوست عزیز به برنامه. خوش آمدین دوست عزیز. مایک ما را خاموش کنین که من صدای دوست ما را بشنم. مهربانی دوست عزیز. اندوسکوپی بر تا شما کسی گفته بکنین؟ بله معده درد است. چه قسم مشکل داره برادر؟ متاسفانه تماس دوست ما قطع شد. دوست ما گفت که مریضشان معده درد است، کسی برایش اندوسکوپی داره. دوست عزیز، اندوسکوپی یکی از معاینات تشخیصیه برای امراض معده است که دکتر صاحبا وقتی از مریض تاریخچه میگیرن، مریض میبینن، اگر لازم باشه که به تشخیص نزدیک شوند یا 100% تشخیص نزد مریض ببانن، مکلف است که یک اندوسکوپی نزد مریض تجویز شود. اینکه کدام دکتر صاحب شما گفته که شما اندوسکوپی بکنین نزد مریضان، حتمی استدبابش موجود بوده و نظر نیک است که دوامدار مریض تا مشکل معده داره، اندوسکوپی انجام بدین تا مشخص شود که چه مشکل در معده موجود است تا تداوی لازم صورت بگیره. تماس بعدی. بله بله بله
سلام علیکم، برنامه صحت برای همه است. تلویزیون آینه خوش آمدین دوست عزیز به برنامه. مهربانی بفرمایید. بسیار خوب، سوال شما را گرفتیم، تشکر از تماستان دوست عزیز. خب این دوست ما هم سوالشان دورتر از موضوع برنامه ما بودن، گفتن که از مشکلات عصبی گذشته شکایت داشتن، تداوی هم کردن و دردای سر و گردن گپا دارد. دوست عزیز شما خودتان گفتین که مشکل عصبی دارین، ارتباط میگیره با دکتر صاحبای عقلی و عصبی. یک موضوع را برای مریضای عقلی و عصبی ما بگویم که تداوی امراض عصبی طولانی مدت است. دکتر دوستای عزیز، اکثرا دوستای ما یک نسخه دوا را وقتی که میگیرن مریض میگه باید با این نسخه ما بهبود حاصل کنم، او قسم نیست دوست عزیز. اکثریت امراض عصبی است که 4 ماه الا 6 ماه تا یک سال تداوی دوامدار کار داره و هر زمانی که مریض تداوی شد، قطع کردن تداویش هم مثل که تداویش آغاز شده سلو سلو قطع میشه. اکثرا امراض دوستای ما که مشکلات تنفسی دارن وقتی پیش دکتر صاحب هم میرن دوا میگیرن، 3 ماه 4 ماه تداوی صورت میگیرن، بدون مشوره دکتر دوای خود قطع میکنه که ما خوب شدیم. اعراض از او کده بدتر نزد مریض ظاهر میشه. مریض میگه که من وقتی دوای ما قطع کردم نزد ما مشکل ایجاد شده. بنابراین هر زمانی که مریضای عقلی و عصبی دوای خود قطع میکنه یا تغییر دوا میکنه، باید با مشوره دکتر صاحب عقلی و عصبی صورت بگیره. هر زمانی که دکتر صاحب گفت کدام دوا را دوز کم کنین، اگر هر روز میگرفتین یک روز باد بگیرین یا نیم دوا را بگیرین یا دوز تغییر داد، شما یک قسم دوایتان را قطع کنین، بازم شما میشه پیش یک دکتر صاحب عقلی و عصبی مراجعه بکنین، انشالله مشکل شما برطرف میشه. خب دکتر صاحب، در مورد تشخیص تفریقی هرنیا با دیگه امراض اگر صحبت کنیم که با کدام امراض باید تشخیص تفریقی صورت بگیره؟ این را باید بدانیم که هر بلجنگ در قسمت از بطن با وجود میاد، این نباید هرنیا باشه. این تعبیر نکنیم، میتونیم ما هرنیا را با امراض تشخیص تفریقی کنیم، خصوصا کتلاتی که در بطن موجود است، کتلاتی که در جدار بطن موجود است، خصوصا لیپوما که موجود است، میتونیم با لیپوما طور تشخیص تفریقی کنیم که لیپوم یکی از خصوصیاتش است که درد نداره، متحرک است. ولی در هرنیا اگر باشه میتونیم اشکال مختلف ببینیم. اگر هرنیا به شکلی که قابل ارجاع باشه، یعنی امون محتوی که فتقیه که از بیرون شده به شکل یک بلجنگ ظاهر شده، اگر این قابل ارجاع باشه داخل میره و گاهی هم میشه اصلا این قابل ارجاع نباشه داخل نره، ولی اگر به شکل مختنق باشه این خیلی جنجالی است، مشکل ساز است که مختنق به حالتی گفته میشه زمانی که هرنیا از یک قسمت از یک رنگ بیرون شد و خود قسمت رنگ مکمل سخت محکم گرفته شد. اولین تغییراتی که میاد وارد قسمت بند میسازه، بعدن میشه شریان بند بسازه، باز خیلی پیشرفته میشه گانگرن به وجود میاره. در نتیجه خود از گانگرن اگر جلوگیری نشه احتمال از این میره که پریتونایت تشکیل بده. همچنان بعد هرنیا را با زمانی با تشخیص کنیم که زمانی که اندسینتستی زمان خصیه ها که پایین میشه، اینا به خود یک کیسه دارن. بعض اوقات خود کیسه ها به شکل درست بسته نمیشه، به شکل یک اومنتوم، به شکل یک کتله در همون قسمت باقی میمونه. باید از این تو امراض باید جلوگیری شه، از این تو امراض باید تشخیص تفریقی شه. تشکر دکتر صاحب. تماس داریم؟ بله بفرمایید. بله متاسفانه تماس بیننده ما قطع شد. تماس بعدی. خب دکتر صاحب، بعضی اشخاص از سالها با یک هرنیا زندگی میکنن، میگه من 10 سال میشه هرنیا نزد موجود است، اما کدام مشکلی نزدشان ایجاد نمیشه. اما بعضی اوقات وقتی یک مریض پیش دکتر صاحب مراجعه میکنن، در کلینیک ها مراجعه میکنن، میگن نزد از این مریض باید عاجل عملیات صورت بگیره، تفاوتی چی است؟ مریضای هرنیا روی دو پلان باید عملیات شود. یکی مریضای سلکتیو است که یک فرد دوام تقریبا 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال گفته شما میشه هرنیا داره، چه فرق میکنه 2 روز 3 روز 4 روز دیگه در شفاخانه بستر باشه بعد عملیات شود. ما به این مریضای گفته بودیم مریضای سلکتیو، مریضای انتخابی است. و یک واقعی است که مریضایی که باید عاجلا دفعتا عملیات شوند، او در حالتی گفته میشه به یک فرد فتق یا چوره پیدا میشه،
امرا با دلبدی، استفراغات، گنگسیت، امرا این چیزا امرا هسته، این در حالت رسیده که خود فتقی از این فرد به شکل مختنق رسیده، یعنی قسمتی که بیرون شده در تحت جلد ظاهر شده، این قسمت مکمل شده. از قسمت دیگه، از قسمت پروگزیمال دیستن مکمل با باره مکمل سخت محکم گرفته شده، خود از این باعث شده که شریان در نخست وریده قطع می سازه، بعد شریان رواش بسته می سازه، در حالت می رسه که گانگرین ایجاد می کرده، در حالت می رسه که امکان داره پریتونیتیس باید تشکیل شود. مریض حتی رزکشن اما رزکشن اما به حالت می رسد. در این مریض ها باید دفعتا آنین عمل جرایی صورت بگیره. تشکر دکتر صاحب. تماس داریم؟ خب دکتر صاحب، در مورد تداوی اگر صحبت کنیم که راه های تداوی چی است؟ تنها تداوی جرایی نزد مریض ها باید انجام شود یا بعضی اوقات میتونیم تداوی دوایی یا کدام پلان دیگه هم برای مریض های هرنیا مد نظر گرفته میشه؟ ببینید زمانی که ما فرق میگیم به حالت میگیم که یک قسمت یک عضو از موقعیت اصلیش بجای شده میشه، ولی ما به دوایی نداریم که بتیم عضو دوباره به موقعیت اصلیش برگشت بده. یگانه راه از این که فقط و فقط عمل جراحی است. نظر به سایه فرق، نظر به نوعیت فرق، نوعیت عملیات هم باید فرق کنه. خصوصا فتقای ناحیه انگیونال یا ناحیه مغبنی است، ما میتونیم این فتقای را روی سه پلان به سه میتود عملیات کنیم که اولین میتودش عبارت از میتود هرنیاکتومی است، عبارت از بسته کردن کیسه از ناحیه از قسمت قاعده است که میتود نزد اطفال بیشتر اجراش بیشتر عمل میشه که تنها یک میتود به اطفال کفایت میکنه. همچنان ما میتونیم میتود دیگری به نام هرنیا رفی انجام بدهیم، عبارت از بسته نمودن ترمیم مساحت توسط تارهای مخصوص جراحی است و فعلا یک میتود خیلی عام، میتود بهتر خوبتر رواج شده، عبارت از میتودی است که با مریضا ما جال باید بندازیم، عبارت میتود هرنیا پلاستی به اصطلاح من با مریضا جال انداخته میشه و خوبترین سایزی که با مریضا باید انداخته شود سایزهای 11 بر 6 از نزد مریضا جال انداخته میشه و این جال باعث میشه که از با وجود آمدن دوباره فتق جلوگیری بیشتر کنه. تشکر دکتر صاحب. تماس داریم؟ تماس بیندیم را جواب بدیم. بله بله، سلام علیکم. برنامه صحت برای همه از تلویزیون آینه. خوش آمدید دوست عزیز به برنامه. زنده باشید و مزیم هستم از وقت فنگور با تماشید این مخصوص محوای دکتر. میربانی صدای شما را دکتر صاحب هم دارم. میربانی سوال تو نمت رک کنین. مزیم هستم از وقت فنگور با تماشید. خوش آمدین. سلام برای خودتان و با دکتر زنده بودی که تشکیب. علیکم السلام. سلام علیکم. وعلیکم السلام. مهربانی دوست عزیز سوالتون. ما دکتر صاحب وکیل میتونیم ما یک مریض داریم وزن بالان داره، دیگر به همیش فشار خون داره و چربی خون داره، شاید روان برنامه شما فامیلی از این متفاوت باشه. بله. یعنی که ما دکتر صاحب وکیل فامیلی رو جمعی بندازم و دور مجی دکتر صاحب رو یک چیزی هم یاده صحبت کن که این دو منظور مطلب تو را بگیره خود شلاغت میگی درست از دومیلی با دانش شرکتگی ما استفاده میکنی. تشکر دوست عزیز از تماستان. خب دوست عزیز، در طبابت بعضی از گپایی است، بعضی از اصطلاحاتی است که ما بر از او کدام کلمه فارسی نمی داشته باشیم، دکتر صاحب مجبور میشه که بگه. اکثر ما در برنامه برای میمانای خود میگم برای دکتر صاحب که کوشش کنین آمیانه صحبت کنین تا ما این برنامه را برای هموطنای ما، برای دکترها ما نشر نمی کنیم. این را برای هموطنای ما نشر میکنم، کسایی که دور از در ولایت هست، در قرا و قصبات زندگی میکنن، تا یک کم معلومات از این حاصل کنن. به چشم دوست عزیز بسیار گپ نیک شما اشاره کردین، تا حد اعظمی ما کوشش میکنیم که بعض اصطلاحات در برنامه خود استفاده نکنیم. خب به ای که شما گفتین که مریضتان چربی خون داره و فشار بلند داره، وزن هم بیشتر داره، ای از دکتر صاحب بخشش دیگه چیزی است، میشه من یک معلومات کوتاه برای شما بدم. دوستای عزیز، اشخاصی که وزن بیشتر دارن، رژیم غذایی مناسب ندارن یا فعالیت فیزیکی درست ندارن، بعضی از امراض سیستمیک است که نزد اعضا ممکن تحسس کنن، که از جمله هایپرتنشن است یا فشار بلند است، چربی خون است، شکر است، امراض قلبی است و این همه امراضی است که نزد اشخاصی که وزن بیشتر دارن، فعالیت فیزیکی درست ندارن، رژیم غذایی مناسب نمیگیرن، همیشه از شهمیات استفاده میکنن، همیشه از سدیم یا نمک زیادتر استفاده میکنن، این اشخاص زیادتر معرض به خطر هستن و یا اشخاصی که امراض سیستمیک دارن میشه این میگه پا باعث تشدید امراضشان شود. شما نزد مریضتان کوشش کنین به خاطر فشار بلندش
مریض از نمک باید کمتر استفاده کنن، از چربی باید کمتر استفاده کنن، برعکس کوشش کنن از میوه و سبزیجات زیاد استفاده بکنن، وزن خود کاهش بدن و یک فعالیت فیزیکی روزمره باید داشته باشن، مکمل هر روز یک تایم مشخص برای تمرین خود داشته باشن و در ضمن ازی باید مشوره دکتر صاحبا گرفته شود، بعضی از معایناتی است که نزد مریض ها باید انجام شود، دوای لازم است موجود است که باید مریض شما دوامدار باید مریض دوا بگیره برای چربی خونش، برای فشار بلندش. این همه مواردی است دوست عزیز که هم شما میتونید در خانه این مریض شما کنترل کنین و هم مشوره دکتر صاحبای داخله رو باید شما داشته باشین که به خاطر چربی خونش باید برای شما دوا بده و به خاطر فشار بلندش برای شما دوا بده، به خاطر از اینکه اگر جلوگیری نمیشه ممکن یک مشکل دیگه رو نزد مریضتان ایجاد کنه. دیگه نظر خوب همی است که پیش یک دکتر به داخل شما مراجعه بکنین، مشوره از اونا رو بگیرین، دوای لازمی که تجویز میکنه برای شما بگیرین، جمع گپایی که من گفتم و رژیم غذایی را باید مراعات کنن. شفای عاجل و کامل برای مریض شما و همه هموطنان خود میخوایم. دکتر صاحب عزیز، وقت برنامه ما کم مانده و یک دو پرسش باقی. اکثرا دوستای ما میگن که وقتی ما یک عملیات دیگر در بطن نزد مریض انجام شده، فکر کنین که یک مریض کسی سفرایش عملیات کرده و بعد از عملیات از این یک هرنیا نزد از اینا، میگن که من یک سال پیش عملیات شده بودم اما آلی همی جای عملیاتم چی شده؟ هرنیا یا چوره شده. دلیل ای چی است؟ یک موضوع و مریضایی که هرنیا عملیات میشه دوباره ریکرنت نزد مریض هرنیا با وجود میاد، دلایل از اینا چی است؟ هر عملیاتی که صورت میگیره ولو که مربوط به هرنیا باشه، ولو مربوط به اپندیسایتیس باشه، ولو مربوط به سنگه های صفرایی باشه، خلاصه به نحو یک عمل جراحی بالای بطن انجام میشه، یک اولین اختلالاتی که مهمترین اختلالاتی که میشه یه عملیات داشته باشه به وجود آمدن فتق در ناحیه عملیاتی است که ما به اصطلاح انسرشنال هرنیا فتق ناحیه عملیاتی گفته میتونیم. چرا باید اصطلاح رو ما یاد کنیم؟ زمانی که یک قسمت از بدن شق میشه او قوی بودن او مستحکم بودن قبلش یاد دست میته، چون شق صورت گرفته عملیات شده، زمانی که دوباره خیاطه میشه بستکاری میشه نسبت به قبلش ضعیف‌تر باقی میمونه، بنابراین با اندکترین فشار با اندکترین تغییرات میشه در این ناحیه فتق یا چوره به وجود بیاد و افرادی که فتق هستند عملیات میشن باید یک تعداد مسائل مراعات کنن. بعد از عملیات لااقل تا 10 روز هیچ کنم گونه فعالیت مشکل کنم فعالیت سخت انجام نتن، فقط به خاطر رفع حاجت تشنا برن بیان چبرکت قرار استراحت باشن. بعد از 10 روز میشه فعالیت های بسیار سبک سنگین یا افرادی که وظایف اداری دارن میتونن انجام بتن و تا روز 20 تا روز 20 یا بعد از هفته 2 میتونن کارهای زن فعالیت کارهای زن و شویر همچنان انجام بتن، ولی تا ماه اول ورزش های سنگین قطعا اجازه ندارن. این افراد میتونن خیلی یک دوش ساده به شکل یک متد خوب انجام بدن، ولی تا بعد از ماه دوم میتونن با ورزش های سنگین مثل اینکه کلاب برن، جیم برن یا کارهای ثقیل انجام بدن که مشکل نیست، ولی باز هم بر صورت خیلی متوجه باشن ناحیه شق شده، عملیات صورت گرفته، نسبت به قبل قوی بودن و مستحکم بودن تعدد داده، امکان ازیره داره که دوباره یک فتق ایجاد کنه، امکان ازیره داره خیاط های زی به شکل درست ترمیم نشده باشه جدا شوه. بنان دوستای عزیز کوشش کنند در نواحی که عملیات صورت گرفته بیشتر فشار وارد نکنن. تشکر دکتر صاحب. پیام داشته باشین میروانی. پیام همی صحت و سلامتی همه آرزوی همیشگی ماست. دکتر علی قادری، تشکر از شما که دعوت ما را پذیرفتین و معلومات خوب جا میتونه با ما و بیننده ما شریک. تشکر از شما. تشکر. تشکر از بیننده های ما که به حوصله مندی برنامه ما را دنبال کردن و تشکر از همکارای تکنیکی ما. این بود داشته های برنامه کنونی ما که پیشکش حضور شما شد. تا برنامه بعد شما را به خداوند پاک میسپارم. خدا حافظ و ناصرتان. Thank you.